مرتبه دوم ایمان به آن 72 شبه است. بلندترین مرتبه آن لا اله الا الله گفتن و پسترین مرتبه آن دور ساختن آزار از راه می باشد و حیا شاخه از ایمان است. و ارکان ایمان 6 تا است. ایمان آوردن به الله، ملائکه های او، کتاب های او، رسولان او، روز قیامت و به تقدیر نیکی و بدیش ایمان آوردن است. و دلیل این که ارکان ششگانه فرموده او تعالی است، نیکی این نیست که به هنگام نماز روی خود را به سوی مشرق یا مغرب کنید، بلکه نیکوکار کسی است که به الله و به روز آخرت و فرشتگان و کتاب الله و پیامبران ایمان آوردن است. و دلیل قدر فرموده او تعالی است، به یقین ما هر چیز را به اندازه آفریدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی من لا نبی بعده، اما بعد، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب شرح سه اصل و دلیل های آن. مرتبه دوم ایمان است. ایمان در لغت اقرار است و در شریعت با زبان گفتن و به قلب اعتقاد نمودن و به اعضای بدن و قلب عمل نمودن است. با طاعت زیاد می شود و به معصیت کم می شود. پس ایمان از روی شریعت باید در 5 شرط باشد. هرگاه در یکی از این 5 شرط خللی وارد شود، از تعریف ایمان نزد اهل سنت و جماعت خارج می شود. دلیل بر این امور 5 گانه چیست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بلندترین آن گفتن لا اله الا الله است. این دلیل بر قول است. و پسترین آن دور کردن آزار از راه است. این عملی بدن است. و حیا این عمل قلب است. و فرموده او تعالی این سوره ایمانی کدام یک از شما را افزود. دلیل بر این است که ایمان زیاد می شود و اگر زیاد شود پس کم نیز می شود. و نقص دین به صراحت در این فرموده رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده است. از ناقصات عقل و دین ندیدم، پس دین ناقص و کم می شود. ارکان ایمان 6 تاست. یکم ایمان به الله، دوم ایمان به ملائکه ها، سوم ایمان به کتاب ها، چهارم ایمان به رسولان، پنجم ایمان به روز قیامت، ششم ایمان به تقدیر نیکی و بدیش. رکن اول ایمان به الله تعالی است و آن 4 چیز را لازم می گیرد. یکم ایمان به هستی الله سبحانه و تعالی که به وسیله 4 چیز است. یکم به وسیله عقل. عقل محال است که مخلوق وجود داشته باشد و خالق نداشته باشد. آیا آنها از هیچ چیز آفریده شدند یا خود خالق خیشند؟ دوم به وسیله حس. وقتی در مشکلات و سختی ها هستی، دستان خود به آسمان بلند کرده و میگویی ای رب، و میدانی که این سختی به امر الله تعالی حل میشود. سوم به وسیله فطرت. هر نوزاد بر فطرت به دنیا می آید. پدر و مادرش او را یهودی یا نصرانی یا مجوسی می کنند. چهارم به وسیله شرع. ابن قیم رحمه الله ذکر می کند که هیچ آیت در قرآن وجود ندارد مگر اینکه دلیل بر توحید است. ایمان به الله به 4 چیز لازم می گردد. دوم آن ایمان به توحید ربوبیت، سوم ایمان به توحید الوهیت، چهارم ایمان به توحید اسمها و صفتها. رکن دوم ایمان به ملائکه. ملائکه عالم غیب هستند که الله سبحانه و تعالی آنها را از نور خلق کرده است. الله را اطاعت کرده و او را نافرمانی میکنند و دارای روح هستند، روح القدس، و جسم دارند. کسی که فرشتگان را رسولان قرار داد، دارای بالهای دوگانه و سیگانه و چهارگانه، هر چی بخواهد در آفرینش می افزاید. و دارای عقل و قلب هستند. تا زمانی که استراب و نگرانی از دلهایشان برطرف شود، گویند پروردگارتان چی گفت. به آنها به نامهایی که الله به ما یاد داده مانند جبریل، میکائیل و اسرافیل و به صفتشان ایمان می آوریم. الله را به آن چیزی که آنها را امر کرده است بی‌فرمانی نمی کنند و آن چرا که به آنها امر می شود انجام می دهند و به عملهای آنها مانند بردارندگان عرش و به خبری که در مورد آنها به صورت مجمل
وبصورة صورت مفصل آمده است ایمان می آوریم. رکن سوم ایمان به کتاب ها. واجب است که ایمان داشته باشیم اینکه کتاب ها کلام حقیقی الله هستند و مجاز نیستند. از جانب الله سبحانه و تعالی نازل شده و مخلوق نیستند و الله همراه به هر رسول کتاب نازل کرده است و آنها ایمان آورده و نیز به هر چیزی که الله در مورد آنها ما را خبر کرده اسم، اخبار و احکام مجمل و مفصل آنها تا وقتی که منسوخ نشده است ایمان می آوریم و ایمان داریم که قرآن ناسخ همه کتاب های قبل از خود است که این کتاب ها تورات، انجیل، زبور و صحف ابراهیم و موسی می باشد. رکن چهارم ایمان به رسولان. واجب است ایمان داشته باشیم که آنها بشر بوده و هیچ کدام از خصایص ربوبیت یعنی خصایص پروردگاری را ندارند و آنها همه بندگان الله هستند و مورد پرستش قرار نمی گیرند. الله سبحانه و تعالی آنها را فرستاده و به سوی آنها وحی کرده است و آنها را به وسیله نشانه های مورد تایید قرار داده و آنها امانت را ادا کرده و امت را نصیحت کرده و پیام الله را رسانیده اند. در راه الله آن گونه که باید جهاد کنند جهاد کردند. به آنها و اسمهایشان و صفتهایشان که الله تعالی ما را از آنها با خبر ساخته برای آنها که به صورت مجمل و مفصل آمد ایمان داریم و ایمان داریم که اولین پیامبر آدم علیه السلام است و اولین رسول نوح علیه السلام می باشد و خاتم انبیا و رسولان محمد صلی الله علیه و سلم می باشند و شریعت های گذشته همه به وسیله شریعت محمد صلی الله علیه و سلم منسوخ شده اند و پیامبران اولوالعزم 5 نفرند که در سوره شورا و احزاب ذکر شده است: محمد، نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیهم السلام. رکن پنجم ایمان به روز آخرت. در برگرنده ایمان به همه خبرهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد احوال بعد از مرگ به ما خبر داده است، مانند فتنه قبر، دمیدن در سور، خستن مردم از قبرهایشان، میزان یعنی ترازو، صحیفه های عملها، پل صراط، حوض، شفاعت، بهشت، جهنم، دیدن مؤمنان پروردگارشان را در روز قیامت در جنت و دیگر امرهای غیبی. رکن ششم ایمان به تقدیر که نیک باشد و چی بد. این رکن در برگرنده این است که به چهار چیز ایمان داشته باشیم. یکم علم، ایمان داشته باشیم به اینکه الله سبحانه و تعالی همه چیز را می داند. دوم کتابت، ایمان داشته باشیم که الله سبحانه و تعالی مقدار هر چیزی را تا زمانی که قیامت برپا می شود نوشته است. سوم مشیت، ایمان داشته باشیم که هر چی الله بخواهد می شود و هر چی را نخواهد نمی شود و بنده نیز دارای مشیت است و مشیت بنده تحت مشیت الله سبحانه و تعالی داخل می شود. چهارم خلق، ایمان داشته باشیم که بنده و اعمالش و نیز همه کائنات مخلوق هستند. دلیل، الله آفریننده همه چیز است. الله شما و آن چیزی را که میکنید آفرید و این مرتبه چارگانه را شاعر در این بیت جمع آورده میگوید: علم نویستنی مولایمان، مشیت او و خلق او و ایجاد و تکوین یعنی پیدا کردن است.